سلام، خیلی خیلی خوش اومدیم به مناتو پلاس سه شنبه، این بار با من و کسرا. خانم شرلی الغانیان از مؤسسه خیریه مجیک آف پرژیا اینجا مهمان برنامه امروز ما هستن تا از فعالیت های مؤسسه بیشتر برای ما بگن. براتون از آخرین و داخترین خبرهای مربوط به افراد مشهور و معروف میگیم. نه تنها برنامه نانداک رو براتون داریم، بلکه از شهر تاریخی و توریستی ونیز هم براتون میگیم. ادامه برنامه آرت 14 رو داریم که یک نمایشگاه بین‌المللی هنریه که آثار هنرمندای خلاق و از سراسر دنیا یک جا جمع کرده. نوبت چیه؟ نوبت برنامه بعدیمونه که ادامه برنامه دیروزمونه که از نمایشگاه آرت 14 که یک نمایشگاه بین‌المللی هنریه که آثار هنرمندهای خلاق و از سراسر دنیا یک جا جمع کرده. برنامه داره ادامه دار میشه ها. ما اینجور آدمای هستیم. ببین ما اینو برگردیم. خب ما اینجا پیش آقای هومن مشکاتی هستیم که یک قسمت از نمایشگاه مربوط به ایشون هست که با هنرمندای ایرانی و غیر ایرانی شما کار میکنید، درست میگم؟ درست میگم. با هنرمندای خیلی بزرگ و شناخته شده، میشه یکم بیشتر در مورد این قسمت از نمایشگاه بر ما بگین؟ بله البته. خیلی دوست دارم درباره این هنرمند عالی اون صحبت کنم به نام آقای وزیری مقدم. ایشون واقعا جاشون تو تاریخ هنر هنوز درست جا نیافتاده و واقعا من وقتی ایشون رو دیدم، وقتی کاراشون رو دیدم، انقدر عاشق ایشون کاراشون شدم که وظیفه خودم میدونم که به همه، اول به همه ایرانی ها بگم که ایشون کی هستن، جاشون تو تاریخ ایران چی هستش، تو تاریخ هنر چی هستش، بعد به دنیا، چون که واقعا کاراشون که اینجا میبینید یه کارهایی هستن که استثنایی هستن و کارهایی هستن اینا از سال 1960 هستن، این کارها یعنی کارهایی که قبل از ایشون تقریبا هیچ کسی نکرده بود. درسته. هیچ کسی نکرده بود. حالا نمیخوام بگم اول هنر هم فقط از ایران میاد، ولی خب این یه قسمته، یه جورایی از ایران میاد. یه جورایی از اینا کارهای استاد وزیری هستن که استاد وزیری، حالا من اینو به خود بلند کنم یه نگاهی بکنید بهش، که کاراشون کارهای خیلی بزرگ دارن. وکیلی این چیزی که ما الان ساختیم چقدر زیباست. واقعا هنرمند این شما خانم. اینجا یکی از اون نمایشگاهایی هست که هر کسی به نوبه خودش باید بیاد تا از نزدیک ببینه. من سعی کردم گوشه کنار این نمایشگاه رو بهتون نشون بدم تا اینکه شما هم مثل من و همه کسایی که اومدن اینجا از این نمایشگاه لذت ببرین. البته اینو بهتون بگم که این نمایشگاه سال دومی هست که داره برگزار میشه و هر دو سالش هم خیلی موفق بوده و هنرمندایی که کاراشون رو اینجا به نمایش گذاشته بودن، بیشتریاشون تونسته بودن آثار هنریشون رو تا آخرش به فروش برسونن. امیدوارم که از این برنامه و نمایشگاه خوشتون اومده باشه. تا نمایشگاهی دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار.